شهر استانبول در ترکیه فردا بار دیگر شاهد برگزاری انتخابات محلی برای انتخاب شهردار خواهد بود. انتخابات ماه مارس گذشته به خاطر لغو نتیجه آن از سوی حزب حاکم عدالت و توسعه که با اختلافی اندک به پیروزی نامزد اپوزیسیون انجامیده بود، به دور دوم کشیده شد. به گزارش دوریان جونز، خبرنگار صدای آمریکا از استانبول، این انتخابات در واقع به منزله رفراندومی در مورد عملکرد دولت اردوغان تلقی می شود. اکرم امام‌اغلو، نامزد اپوزیسیون از حزب جمهوری‌خواه خلق یا جهپه، یک بار دیگر شانس خود را برای رقابت با حزب حاکم عدالت و توسعه به آزمون می گذارد. شعار او در نخستین دور انتخابات که رسیدگی به اختلافات عمیق سیاسی در سراسر ترکیه بود، این بار درباره راه حل‌های دموکراتیک آن است. رد پیروزی آقای امام‌اغلو از سوی حزب حاکم به بهانه اشکالات فنی و واجد شرایط نبودن برخی از مقام‌های انتخاباتی در افکار عمومی بازتاب بسیار بدی داشته و مردم آن را قویاً ناعادلانه ارزیابی کردند. از نظر من اون از اولش هم برنده بود. اونا این پیروزی را ازش دزدیدن. برای همین دوباره به امام‌اغلو رأی میدیم. از آنجا که به دلیل کندی آهنگ اقتصاد در کشور از هر 3 نفر از جوانان استانبول 1 نفر بیکار است، امام‌اغلو در میان جوانان حامیان زیادی دارد. اون وعده کار میده. ما هممون بیکاریم، هممون دانشگاه رفتیم، اما نمیتونیم کار پیدا کنیم. او قول داده شغل ایجاد کنه. ما به جای اینترنت مجانی به کار احتیاج داریم. مردم گرسنه‌ن، نون خانواده‌شون رو نمیتونن تامین کنن. امام‌اغلو میتونه تمام این کارا رو انجام بده. 31 Mart'ta yarım kalan bir işimiz var. بینالی یلدرم، نامزد حزب عدالت و توسعه، نیز در طول مبارزات انتخاباتی با اجتناب از صحبت در مورد مشکلات اقتصادی همواره شکایت از آن داشته که حزب جمهوری خواه خلق در انتخابات ماه مارس پیروزی را از او به سرقت برده است. پیام انتخاباتی او هم دفاع از دموکراسی است. اما برخی میگویند از آنجا که استانبول با 8 میلیارد دلار بودجه به لحاظ اهمیت اقتصادی در ترکیه جایگاه سوم را دارد، احتمال آن می‌رود که انتخابات مجدد تا حد زیادی تحت تاثیر اقشار مسنتر و بازاری و بانفوذ شهر باشد. به عبارتی دیگر گفته می‌شود هر که کنترل استانبول را در دست داشته باشد، در واقع کنترل ترکیه را در دست دارد.